مسیر اعظم رو عرض کردم، من دیگه بعد از ساخته شدهش دیدم، ولی چیزهای شنیدیم، نه من از اون نمیدونم، ولی اونی که مسلمه خود مرحوم آیت الله بروجردی اولین امام جماعت این بود، اون موقع تین همین زیر گنبد هم نماز میخوندن. ما یه راه اون یکی مسجد از اینجا که میریم دست چپ، اونجا یه دری داشت به بیرون، اون بیرون هم خیابون بود مثل اینجا نبود و بازار و زوار زیاد بود. ما خودمون در همین بیرون یک مصافخانه بود، اونجا جا گرفته بودیم یه چند روز هفش روز ماندیم. از اونجا وارد می شدیم، کفشونو برمی داشتیم، کفشداری هم نبود، برمی داشتیم می رفتیم و می آمدیم اینجا نماز می خوندیم. مرحوم آیت الله بروجردی از یه در خاصی وارد می شد، این طرف بود، تو این مسجد بود که همین مستقیمش بریم این یک مسجد بود، از اینجا وارد می شد می اومد نماز، ولی از اونجا مردم می اومدن. خب اون چی که ما دیدیم اون موقع نمازشون این بود، بعد مسجد، اون مسجد اولی درس می گفت. یه چند روزی من آمدم چون خیلی خیلی دوستش دارم، مرجع تقلیدمون بود، در درسش نشستم، با اینکه هنوز درس خارج نمی خوندم اون موقع، رسائل مکاسب می خوندم، درسش نشستم، خیلی ملیح صحبت می کرد، آرام و به حساب صریح کلمات را می گفت، عجله نداشت جملات را هی پشت سرم قاطی کنه و اجازه می داد سوال کنن ایشون. و ما اون موقع برای اولین بار یه جلسه به این بزرگی را دیدیم که یکی بلند میشه سوال میکنه، ایشون خیلی خیلی با حوصله جواب میداد و اینا را من دیدم. از خودم نمیگم، مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه یکی از ارکان بوده که باعث شده که حضرت آیت الله اعظمای بروجردی را بالاخره قانع کرده بیان در قم بمونه. این مسلم رفته بودن، مشرف شده بودن مشهد و بعدم بیان برن دوباره بروجرد که اینا دور برش گرفتن. بزرگانی مثل حضرت امام و دیگران که دعوت کردن آمده در قم مستقر شده. و من از آیت الله نوری همدانی نقل میکنم، ایشون میگفت من با چشم خودم دیدم چند بار وقتی که مرحوم آیت الله بروجردی مثلا مسجدی وارد میشد، فاتحه میرفت، حالا هر جایا اینجا نماز میخوند، امام پشت سرش بود، امام عجله میکرد کفش حضرت آیت الله بروجردی رو برداره، بر میداشت و غالبا هم اگر میشد کس دیگه بر نمیداشتشون بر میداشت به عنوان احترام به استاد و تبرک، بالاخره نگاه می‌داشت و برگشتنم جلوش می‌ذاشت، در حالی که ایشون میگفت و درستم است، اون موقع خود حضرت امام درس خارج میگفت. درس خارج خب اون زمان غیر از مجموعه آیت الله اعظمای بروجردی، آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی هم میگفتن، آیت الله مرعشی هم میگفتن و کسانی هم دیگه بودن دیگه میگفتن، ولی همه بزرگانی که من دیدم از جمله آقای نوری که هیچی، آقای مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه میگفت که شلوغ ترین درس و اون طلبه های باسواد و باهوش جمعیت کثیرشون می اومدن در درس مرحوم امام شرکت میکردن در مسجد سلماسی همینجا که میدونید کجاست، اون وقت کوچه آزاده، اون وقت ایشون در این حال با همه اون دست خارجی داشتن در درس مرحوم آیت الله بروجردی شرکت میکردن. حالا دو جهت داشت، هم قطعا استفاده ای داشت برای امام، استفاده میکردن، دوم امام، حضرت امام رحمت الله علیه اون ذهن فعال و هوش زیاد و ذکاوت زیاد که داشت، بعد از رضا شاه یه مقدار حوزه علمی قم چی خواستن تضیف بکنن، مرحوم شیخ و اینا را تضیف هم کرده بودن تا حدودی، علاوه از اون یک نوع تقسیم هم شده بوده، هم مدیریت حوزه، هم طلبه ها، هم مقلدین، مثلا آیت الله حجت کوکمری که تبریزی بوده
ایشون یکیش بود مرحومت الله خونساری، اسم همتقی خونساری رضوان الله تعالی علیه، یکی بوده مرحوم کبیر فیض، اونا هر کدام بودن قومی ها مورد توجهشون بود. اون وقت مرحوم آقای صدر، اینا بودن که الان بالا سر دفنن دیگه همشون، اینها بودن. و اینا وقتی بودن مرحومات الله بروزی آمده، آبروزی دی آمده، نظری که حضرت امام داشته، نه اینکه خدای نکرده اونها تضعیف بشه، نه، مسئله این بوده که قوم یک محوریت قوی پیدا کنه با اون آشنایی که از قبل داشته و ذکافتی که حضرت امام داشته، میتونسته آیت الله بروجردی محوریت رو ایجاد کنه، هم از نظر سنی، هم از نظر درسی و نجف، و اصلا یه گلومبه صندوق علم آیت الله آخوند خراسانی و آغازی ها و اینا شده بود آیت الله بروجردی. حالا رفته بود در بروجرد، مانده بود، حیف بود این مسئله. خب ایشون وقتی آمدن و دوربرشو مثل حضرت امام و افراد دیگه هم بودن گرفتن، دیگه وقتی امام می اومد در سایه بوزیده، همه شاگرداش هم آمدن، اون یکی هم دو، آی داماد هم دو، و اینها آمدن درسیشون شرکت کردند و جمعیت کثیری بوده به قول ما گرفت درسش. علاوه از اون یک قدرت مدیریتی داشته و عظمتش هم پشتوانش بوده، در سواد و علم و قویش هم پشتوانش بوده، باعث شده که خیلی سریع در قوم نفوذش هر روز زیاد میشده. البته افرادی هم در این جهت من یادمه که یکی از بزرگان اساتید ما نقل میکرد، بعدها آیت الله نوری هم نقل کرد، وقتی مثلا یه جایی که مرحوم آقای اشراقی، پدر این اشراقی ها گفتن، بالا منبر آمد صحبت کرد و این جمله را گفت. حالا من خودم خیلی نیم پسندم، ولی ایشون این جمله گفت که یا ایت النمل ادخلوا مساکنکم، وقتی که آقای بروجی آمده بوده یه جشنی در مثلا استقبال در مدرسه فیضیه گرفته بودن، اینا ایشون وقتی صحبت میکرده خیلی هم حراف و خوش صحبت بوده، پدر این آیه داماد امام اینا، اون وقت این اینو گفته که مثلا معناش این آیه دیگه، این مورچه ها دیگه برید تو خونه هاتون دیگه، قدرتمندترین وارد شد. و این مسئله واقعیت بود، ولی خب متاسفانه مرحوم آیت الله حجت، آیت الله خونساری، آیت الله صدر، همشون بین 70-75 تا 70 مختلف رحلت فرمودن، خیلی زود رحلت فرمودن، ولی آیت الله بروجردی الحمدلله عمر طولانی تر داشت و 90 و چند سال داشت بود شد؟ 90 سال، بله، همون 90 سال نبوده، بله. و این باعث شد که حوزه، یعنی بنیان حوزه دیگه محکم شد، یعنی به قدری الحمدلله وقت داشت که تونسته بود بنیان حوزه را مستحکم کنه. و آقایان بزرگم اینا که بودن همشون انصافا مورد توجه طلبه ها بودن، پشتیبانیشون شدن و عظمتیشون رو یاد میکردن از بزرگتر تا کوچکتر. مثلا من هیچ یادم نمیره وقتی آیت الله عظمای منتظری، خب از نظر شخصیت علمیش یه شخصیت بالایی بود، همه اساتید قبول می‌داشتن، هم گلمبه حاصل علم عمر امام بود، هم حاصل عمر آیت الله بروجردی بود. وقتی بعدن که ما درسش می‌رفتیم درس خارج جنا و قبل از پیروز انقلاب یا بعد از پیروز انقلاب یا چند وقتی رفتم کم، اون وقت وقتی از آیت الله بروجردی، حتی در خصوصی هم خیلی صحبت می، وقتی از آیت الله بروجردی صحبت میکرد یه جور دیگه صحبت میکرد، از نظر فقه و اصول و رجال و لغت و از هر جهت که نسبت به فقاهت، مقدمه فقاهت از اون علوم، اینو صحبت میکرد، دیگه تقریبا طرفای آقای بروجردی را اطمینان کامل داشت از این جهت. و شاگردای دیگه اش هم من دیدم، مرحوم آیت الله فاضل، آیت الله نوری همدانی، همین عاشق اسماعیل معزی رحمت الله علیه، اینها را من از نزدیک باشون زیاد صحبت کردم. مرحوم آقای حائری، من 9 سال درس مرحوم آیت الله
عاشق مرتضی حائری رفتم اصولا و فقهن و ایشون از آقای ورودی خیلی با عظمت یاد میکرد و مطالبش رو با اطمینان کامل نقل میکرد، با بزرگواری نقل میکرد. خب اینها چیزهایی بود که حوزه را باعث شد که دوباره بعد از مرحوم عاشق ابوالکرم حائری یه جون جدیدتر بگیره، جذابیتش حتی نسبت به نجف مثلا اونطور باشد که خیلی از علما دیگه بیان اینجا بمونن و نجف نرن. این خیلی مهم بود و در همینجا کسی را می دیدن که تشریف داره و کافی است، لزوم نیست برن در نجف دیگه پیش فقهای دیگه درس بخونه. و مرجعیتش هم که همه می دوند اون موقع در تایشون بود مرجعیت واحد بود و بعد از ایشون البته متعدد شد، هم در نجف هم در کن.